نکوهش مکن چرخ نیلو فری را برون کن ز سر باد و خیر سری را بریدان از افعال چرخ برین را نشاید زدانا نکوهش بری را چو خود کنی اختر خیش را بد مدار از فلک چشم نیک اختری را ناصر خسرو در سال 394 هجری قمری در قبادیان متولد شد. ظاهرا خانواده مرفه داشت که به شغلهای دیوانی و دولتی مشغول بودند. از این رو او در کودکی در فضای مناسب به کسب علم و معرفت پرداخت. قرآن را تماما از بر کرد و عربی را مانند فارسی به خوبی فرا گرفت. البته سالهای کودکی و نوجوانی او مصادف بود با تجربیاتی تلخ که برای همه عمر در ناخداگاه او تثبیت شد و در شناخت او از جهان تاثیر گذاشت تلخ کامی های گاه و بیگاه او می تواند محصول چون این تجربیاتی در ایام کودکی باشد از جمله این تجربیات قهدی و خشک سالی عظیمی است که در آن زمان در خراسان بزرگ رخ داده بود و نیز شیوع بیماری وبا که جان عده زیادی از مردم را گرفته بود علاوه بر سلطان جنگجو محمود غزنوی با حملات پیدرپی پی به هندوستان آرامش را از مردم این منطقه سلب کرده بود ناصر در سنین کودکی ناظر این فرازنشیبهای های زندگی و گردش روزگار بود خانوادهش در انفوان جوانی او را به بلخ فرستادند که مراکز ارزشمندی برای ترویج علوم مختلف داشت و ناصر خسرو در آنجا با تپ نجوم فلسفه حساب هندسه آشنا شد خوشنویسی را به خوبی فرا گرفت و درباره علوم مختلف معلومات فراوانی کسب کرد او با هوش و ذکاوتی که داشت و تربیت و پرورشی که یافت به سرعت در جوانی در امور دیوانی دربار قزنویان پذیرفته شد و بعد از آن در دربار سلجوقیان نیز به همین سمت در دیوان رسالت مشغول شد در همین دوران سفرهایی به هند، لاهور و ترکستان داشت و گویا این سفرها که از جستجوگری او ناشی میشد آغاز بیرون آمدن از تفکر و اندیشه ای بود که به او آموزش داده بودند و کم کم درباره تفکرات پیشین خود دچار شک و تردید شد و همینها جرقه ای بود برای سفرهای بزرگ و کشف دنیای بزرگتر این جوان قبادیانی با خانواده سرشناس هوشی کم نزیر، ظاهری نیک داشتن خدم و حشم حقیقتا چیزی از دنیا کم نداشت و حتی زندگی او رشک و حسادت دیگران را برمیانگیخت اما خود او از درون ناآرام بود ناصر خسرو به عنوان یک فرد درباری و دیوانی گاهی اشعاری نیز در متح سلاطین سلجوقی می سرود و جایگاه خود را در دربار ارتقا می بخشید. اما اینها تنها ظاهر قضیه بود. ندای درونی دست از جان او بر نمی داشت. پاسخ ناصر خسرو به این ندای درونی جام شراب بود و افراد در میخارگی زمان به سرعت میگذشت و در پاییز سال 437 یک ماه برای تفریح و ایشونوش به گازگانان رفته بود شبی رؤیایی دید که پیام بزرگی برای او داشت و او را از خواب چهل ساله بیدار کرد او خواب خود را چنین بیان می کند یکی مرا گفتی چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زایل کند اگر به هوش باشی بهتر من جواب گفتم که حکما جز این چیزی نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند جواب دادی در بیخودی و بیهوشی راحتی نباشد حکیم نتوان گفت کسی را که مردم را به بیهوشی رهنمون باشد بلکه چیزی باید طلبید که خرد و هوش را بیافزاید گفتم که من این از کجا آرم گفت جوینده یابنده باشد و پس سوی قبله اشارت کرد و دیگر سخن نگفت ناصر سهرگاه از خواب بیدار شد در حالی که آن رویا از خاطرش محو نمیشد مخصوصا اشاره ای که آن فرد به قبله داشت او قاطعانه تصمیمش را گرفت برخواستم از جای و سفر پیش گرفتم نز خانم یاد آمد و نز گلشن و منظر ما در تاریخ ادبیات و عرفان داستان تحول بسیاری از عارفان را به شکلی افسانهوار شنیده ایم اما ماجرای ناصر خسرو متفاوت است زیرا کاملا واقعیت دارد و بررسی آثار منظوم و منصور او بیداری او را تایید می کند خودسازی آغاز شد امریکه تا پایان عمر ادامه داشت مردی میخاره شراب و مستی را رها کرد و سختیها و مرارت های فراوانی را به دوش کشید او تحمل چون این سختی هایی را برای جست و جگری خود لازم می دانست. و می گفت نگردد مرد مردم جز به قربت نگیرد قدر بازن در نشیمن به خانه در ز نور قرص خورشید همان بینی که در تابت به روزن اگر من روز را میدید خواهی سر از روزن برون باید کردن او بدون چون و چرا بدون محافظ کاری بدون حسابگری های انسان های معمولی و بدون ترس از آینده موهوم و نامعلوم از شغل دیوانی با تمام مزایایی که داشت استفاده و شغل دبیری را برای همیشه کنار گذاشت و با وجود مخالفت های احتمالی دوستان و خانواده راهی سفر شد در 23 شعبان سال 437 با برادرش و غلام هندو به سوی مکه به راه افتاد اما قصد او تنها سفری برای انجام مناسک دینی نبود بلکه برای جستن حقیقت به راه افتاده بود او بوداوار دست درد به تمام خواهشهای نفسانی زد میتوان او را پیشگام افرادی دانست که در عرفان ایرانی اسلامی دست به چنین اقدامات بزرگی زدهاند آنچه ناصر خسرو را از دیگران متمایز می کند این است که او برای آرمانی بزرگ رفاه و آرامش و شغل دیوانی و دولتی را رها کرد ثروت شهرت جایگاه اجتماعی آرامش نسبی شادی و شادخاری همه آنچه که انسانهای معمولی آرزوی رسیدن به آن را دارند کنار گذاشت هفت سال سختی ها و مرارت ها را تحمل کرد و در زمانی که همه سعی می کردند همرنگ جماعت باشند او برخلاف جریان آب شنا کرد مدداهی شاهان را رها کرد منانم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی در لفظ دری را او دبیری را شغلی میدانست که خلوص و صداقتی در آن نبود و در اساس مبتنی بر چاپلوسی منابع قدرت بود او فساد اخلاقی رایج در جامعه را میدید در زمانی میزیست که دستگاه حکومتی برای تثبیت موقعیت خود از شعرا استفاده می کرد و شعر بسیار بیارزش شده بود ناصر خسرو خشمگین از این جریان فرهنگی ناسالم میگوید خنده از بیخردی خیزد چون خندم چون خرد سخت گرفته است گریبانم او جسورترین و سریحترین کلام را در بین شعرای سبک خراسانی دارد شعر او انتقادی است انتقاد از حکومت از سیاست از اجتماع و البته در بیان عقاید اعتراضی خود بسیار شجاعانه رفتار می کند و بر زبان می آورد در عمل نیز چنان است او علمایی را که از حقیقت علم و دانش و آگاهی بهرمند نیستند چنین وصف می کند علما را که همی علم فروشند ببین به ربایش چو عقاب و به حریسی چو گراز او به دنبال دانش حقیقی بود و برای کسب چنین دانش و معرفتی جسارت در رها کردن آنچه به آن خو گرفته بود را لازم میدانست دیگر دنیا برای او پشیزی ارزش نداشت تمام لذات دنیوی را رها کرد وطنش را و سرزمینش را رها کرد حتی به دین و مذهبش نیز شک کرد به مدت هفت سال گاهی با چارپا و گاهی با پای پیاده شهرها و کشورهای مختلف را طی کرد آذربایجان ارمنستان آسیای صغیر حلب ترابلوس شام سوریه فلسطین شمال آفریقا تونس سودان جزیرت العرب مصر از همه این سرزمین ها عبور کرد البته در برخی از این سرزمین ها نیز اقامتی طولانی داشت او با نگاه تیز بینانه در یکی از این شهرها و روستاها به بررسی زندگی آداب و رسوم و عقاید مردم پرداخت و با رهبران و پیروان ادیان مختلف گفتگو کرد زرتشتیان، یهودیان، مانویان، مسیحیان، فرق مختلف مسلمانان همه را برای جستجوی حقیقت ارزیابی کرد. محصول هفت سال سیر و سیاحت او کتابی است بسیار ارزشمند و معتبر به نام سفرنامه کتابی که دانشی مردی فرهیخته آن را نگاشته است هیچ اثری از خرافات و سخنان بیهوده در آن نیست صادقانه بدون سوگیری و تعصب همه آنچه میبیند بیان میکند و این به معنای آن است که چقدر برای آیندگان فریختی اثر او را میخوانند ارزش و احترام قائل بوده است چشمان تیزبین او رد پای باورهای آمیانه و خرافات را در افکار مردم تشخیص میداد و بدون آنکه به آنان اهانتی بکند تنها به نقل آن باور می پرداخت ولی تایید نمی کرد او هرگز از هیچ قومی بدگویی نکرد به هر سرزمینی که قدم گذاشت مردم با هر قیافه، با هر رنگ پوست، با هر اندیشه و با هر آینی همه در نظر او بندگان خدا و قابل احترام بودند. روشنفکری این حکیم در قرن پنجم ستودنی است. او حتی اعرابی را که تمام عمر جز شیر شطور و سوسمار چیز دیگری برای خوردن نداشتند به تمسخر نمیگیرد. او که خود عمری در رفاه زیسته بود، روزهای زیادی را در گرسنگی به سر می برد. اما هرگز شکوه و ناله نمی کند. در جایی با آنکه گوشت سگ در دین اسلام حرام است اما او به راحتی با آرامش داستان مردمی را میگوید که سگ را آنچنان فربه می کردند مانند گوسفند و سپس او را می کشتند و می خوردند. او که مسلمانی معتقد بود هرگز مردمی را که از مذهب بی بهره بودند به سخره نمی گیرد. در این سفر با مردمی برخورد کرد که اصلا دینی نداشتند. اما او به نقل داستان آنها می پردازد و عبور می کند. روشنبینی این مرد ستودنی است. ما هرگز در این سفرنامه ندیدیم که به زنها عنوان جنس فروتر و بی ارزش نگاه کند. هیچ اهانتی به زنها در سفرنامه دیده نمی شود. البته دلیل این روشن فکری مطالعات بسیار زیاد اوست که از کودکی آغاز شده. او ارستو و افلاتون را می شناخت. آثار یونانیان را از برداشت. و خود نیست مردی وارسته با طبعی بلند بود. شخصیت او به گونه ای بود که اگر در شهری مردم به او خدمت می کردند بسیار سپاسگزار بود او فردی علمی بود و بسیار اهمیت میداد که هر شهر در چه موقعیت جغرافیایی قرار گرفته است آب آن از کجا تأمین می شود تغذیه مردم از کجاست دوست داشت بداند که آن مردم با چه شهرهایی مراوده دارند و علت آن ارتباط چیست و چون فارسی و عربی را بسیار خوب میدانست، در تمام مسیر سفر می توانست با آنان گفتگو کند و اطلاعات خود را تکمیل نماید و چون شخصیت علمی و فرهنگی بود هر جا که می رفت مورد احترام مردم بود با بزرگان و علما ملاقات می کرد. برای او بسیار مهم بود که افاضل و بزرگان هر شهر را بشناسد از این رو در سفرنامه ناصر خسرو ملاقات او با بزرگان بسیار ارزشمند و نفیس است او با قطران تبریزی ملاقات کرد میگوید در تبریز قطران نام شاعری را دیدم شعری نیک میگفت اما زبان فارسی نیکو نمیدانست پیش من آمد دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل بود از من بپرسید با او بگفتم و شرحان بنوشت و اشعار خود بر من بخواند. ناصر خسرو در این سفر گاهی برای کسب درآمد مشغول به کار میشد. و با توجه به توانایی او در خوشنویسی که در نوجوانی آن را فرا گرفته بود زمانی آیات قرآن را با خطی خوش در محراب مسجدی نوشت و اهالی آن محل به او صد من خرما دادند و به این طریق روزگار می گذراند. در علمی بودن این کتاب همین بس که او هرگز داستانها و خرافات محلی مردم را تایید نمیکرد. البته آنان را هم به خاطر داشتن چنین عقایدی سرزنش نمیکرد. مثلا در جایی می گوید اینجا در است که جهنم در آنجا خواهد بود. مردم میگویند که ما صدای جهنمیان را از درون دره شنیده ایم. اما ناصر خسرو می نویسد و صدای جهنمیان را نشنیدم در جای دیگر می نویسد مردم گفتند بهرام گور این کوه را تراشیده است از آن می کند که عوام چنین میگویند. این بیطرفی و تحت تأثیر عقاید و باورهای آمیانی مردم قرار نگرفتن بر اعتبار علمی و ارزش تاریخی کتاب افزوده است سفرنامه معروف ترین اثر ناصر خسرو است گزارش مشاهدات سفر هفت ساله اوست که به زبانهای مختلف در دنیا ترجمه شده است او خیلی پاکیزه کلمات گزیده را با دقت در کنار هم میگذارد با توصیفاتی جالب و زیبا و گزینگویه های او در این اثر شگفتانگیز است دقت او در نحوه معاملات مردم پول واحد اندازهگیری داد و ستد بازارها و شغل مردمان هر محل جالب توجه است او می توانست بعد از این سفر دشوار در بلخ کنار خانواده با احترام تمام زندگی کند یا کار دیوانی را ادامه دهد اما او دیگر آدم پیشین نبود بر سر عقیده خود ماند و با وجود مشکلات فراوانی که مردم برای او به وجود آوردند در پایان سفر میگوید رنج و انای جهان اگر چه دراز است با بد و با نیک بیگمان به سر آید چرخ مسافر ز ماست شب و روز هرچه یکی رفت بر اثر دیگر آید ما سفر برگذشتنی گذرانیم تا سفر ناگذشتنی به در آید سفر ناصر خسرو سفر خودشناسی و خداشناسی تو بود خود میگوید چون گوهر خیش را ندانستی مر خالق خیش را کجا دانی زیرا به نظر او خداشناسی از مسیر خودشناسی میگذرد و ناصر خسرو در این سفر خودش را محک زد خودش را شناخت و سپس به دریافتهایی درباره خداوند رسید در این سفر دین مداری برای او اهمیت یافت ز دنیا روی زی دین کردم راک جهان بی دین مرا چه بود و زندان او متوجه شد که دنیا با همه عظمتش با همه شادیهایش برای او چاهی است و پوچی یک نواختی و ملالت را در زندگی احساس کرد او به این سفر رفت تا جهان بزرگتری را تجربه کند دین به او حیات تازهی بخشید حیاتی جاودان او در دین آرامشی را یافت که در فلسفه و دانش ندیده بود پس از برگشت از سفر و تحمل های مختلف چه در سفر و چه در محل زندگی خود با وجود ضعف جسمانی همچنان خردورز و تیز هوش بود و آثار زیادی نوشت من گر به این ضعیف تنم زان که در سخن زین چرخ پر ستاره فزون است اثر مرا بله آثار زیادی نوشت که متأسفانه برخی از این آثار به دست ما نرسیده است علاوه بر دیوان اشعار فارسی دیوانی به عربی داشته است که نابود شده است کتابهایی چون جاغم الحکمتین این زاد المسافرین گشایش گشای و رهایش وجه چدین بستان العقول و سفرنامه آثار مهم او محسوب می شود او که در مصر به اسماعیلیان گرایش پیدا کرده بود با لقب حجت خراسان به بلخ برگشت و به ترویج آین اسماعیلی پرداخت فقها و ها مردم را بر علیه او شوراندند مردم خانه او را به آتش کشیدند هیچ کس افکار او را بر نمی تابید. او ناچار شد از بلخ فرار کند. مدتی در مازندران به زمانی نیز در نیشابور اقامت گزید. در هر شهر که میرفت مردم درباره کفر و الهاد او سخن می گفتند. در نهایت به بدخشان سفر کرد و 25 سال در آنجا زیست و آثار خود را در آنجا نوشت. در آن 25 سال مردم بدخشان به او احترام میگذاشتند او یومگان را مکانی برای رشد تعالی یافت و در خلوت خود دور از دربار و مقامات سیاسی و حکومتی به پرورش درون خود پرداخت زندگی درویشانه برگزید استقنا مناعت تب و عزت نفس او افزایش یافت اند از اشعار او برمیآید این است که او هرگز زندگی در یومگان را نشانه ضعف و بیچارگی خود نمیداند بلکه آنجا را مکانی برای مراقبت از درون خود میشناسد دوری از دربار و سفرهای طولانی از او شخصیتی محکم و قوی و انسانی والا را پدید آورده بود